درود بر شما. با 180 ثانیه سه‌شنبه 15 تیر ماه ما رو همراهی کنید. در حالی که قطع گسترده و مکرر برق در مناطق مختلف ایران ادامه دارد، دوشنبه شب دامنی اعتراضات به خاموشی‌های گسترده به تجمعات خیابانی در شهر ری، بابل، بابلسر، قائمشهر، آمل، رستم‌کلا و بهشهر در استان مازندران، کازرون در استان فارس، خمام در گیلان و بندرگز در استان گلستان گسترش یافت. اعتراضات مردمی به قطعی برق علاوه بر بی‌برنامگی به تکرار این قطعی، طولانی بودن زمان آن و تأثیر آن بر فاسد شدن مواد غذایی و اثر منفی بر کسب و کارها نیز هست. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی ایران نوشتند، در صورت ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطعی آب و برق، اثرات منفی آن به زودی در بازار مواد غذایی بروز می‌کند. ستاد درمان مدیریت کرونا در تهران اعلام کرده است که سویه دلتای کرونا در تهران مشاهده شده است. در این حال روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته موارد ابتلا در پیک جدید کرونا سیستان و بلوچستان 5 برابر قبل است. برخی کارشناسان پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران هشدار داده بودند که خطر گسترش همه‌گیری کرونا در زمان رأی‌گیری بسیار بالا خواهد بود. چند ساعت پس از حمله راکتی به محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی عین‌الاسد در غرب عراق، پدافند هوایی سفارت ایالات متحده دوشنبه شب به وقت محلی یک پهپاد مسلح را در نزدیکی سفارت ایالات متحده در بغداد سرنگون کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت امروز سه‌شنبه از وجود پیشرفت‌هایی در مذاکرات ایران و عربستان خبر داد و گفت ما همچنان معتقدیم که گفتگو به ویژه بین جوامع مسلمان تنها راه شایسته برای حل و فصل اختلافات میان آنهاست. ربیعی در نشست خبری هفتگی خود افزود در گفتگوهایی که تاکنون بین دو طرف انجام شده مسائل میان دو کشور از موضعی دوستانه و با حسن نیت به بحث گذاشته شده و پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است. بر اساس توافقی اسرائیل حدود 700 هزار دوز واکسن فایزر را که مدت زمان استفاده آنها به زودی منقضی می شود به کره جنوبی می دهد. در مقابل در آینده کره جنوبی متعهد شده همین اندازه واکسن را در اختیار اسرائیل قرار دهد. پس از افزایش درگیری ها میان طالبان و نیروهای دولتی در شمال و شمال شرق افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد تا 20 هزار نظامی در نقاط مرزی مشترک با افغانستان مستقر شوند.